بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید روح الله نماینده مجلس صحبت های خیلی مهمی داشتی که میخوایم بریم با هم مرور کنیم و یه تحلیل کوتاه خدمت شما ارائه بدم الان ابتدای سال تولید مجلس و دولت دارن همت میکنن به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که واقعا آدم تأصف میخوره بعد هفت بار هشت بار در این پنجاه سال اخیر که وزارت بازرگانی رو زدیم ادغام کردیم تفکیک کردیم دوباره همون مسیرها یعنی گویی اصلا هی را هیچ راه حل دیگری هیچ فکر تفکر دیگری وجود نداره برگردیم دوباره به خلاصه مدل تجارت زدگی محض که همه ی تجارب دنیا آموزه هایی که در اقتصاد دویستی ست ساله اخیر در دنیا تجربه میشه در کشورهای مختلف بر ضد این مسیرهایی که ما میخوایم اتخاذ کنیم اینا ناشی از همون اقماندگی فکری مدیریتی و سیاسی است یکی از خیانت هایی که در تاریخ اقتصاد انقلاب اسلامی شد این بود که با شعار توسعه صادرات اومدن خودکفایی رو زدن در ابتدای دهه هفتاد گفتن خودکفایی دیگه دورش تمام شده است گفتن خب جایگزین گفتن توسعه صادرات خب کو صادرات در محصول خام کشاورزی هم ما صادراتمون بسیار ناچیزه به نسبت مزیتمون مثلا در خرما مزیت دوم تولید جهانیم اما مزیت دوازدهم پونزدهم صادراتیم مثال سادش در صنعت هم همین این هم از راه مردمی سازی امکان پذیره یعنی صادرات هم باز انبوه تجاری که داریم بازرگانانی که داریم حتی من معتقدم همین بحران قاچاق مرزی و کولبری که داریم در مرزها که الان یه بحران شده از لحاظ اینکه داره اهرم میشه برای گرانسازی ها یه تفکر یه جریانی دارن به بهانه قاچاق آرد به بهانه قاچاق نمیدونم مسئولات کشاورزی فراوردهای نفتی و امثال اینها یه نسخه یه خطی میدن آقا گران کنیم همه چی را گران کنیم که مزیت قاچاقش بیفت البته من با اینجای صحبتشون مخالف هم به این دلیل که اگر قیمت انرژی یا مسائلی از این قبیل که حالا آرد رو برای مثال اشاره کردن از زمانی که یارانه نون رو دولت اومد مدیریت کرد با استفاده از این کارت هایی که شما میدید با کارت نون میخرید قاچاق آردوینا خیلی کم شد دیگه نمی برای قاچاقچی و این میمونه تو کشور از اون طرف اگر بناس مثلا انرژی آزاد بشه قیمتش من بنزین لیتری مثلا 20000 تومان بزنم این پول اگر برگرده تو جیب مردم اشکالش چیه منی که ماشین دارم دندم نر میرم پولشو میدم آزاد میخرم سوار میشم دیگه دور دور نمیکنم تو خیابون ول به چرخم هوا رو آلوده کنم از اون طرف البته باید خودروسازی من یه خودروی تولید بکنه که مصرفش بهینه باشه آلودگی هوا کمتر باشه جاده ها درست بشه تصادف ها کمتر بشه همه اینا هست اما از اون طرف این پولی که من 20 سوم بابت بنزین میدم میره تو جیب اون شخصی که ماشین نداره الان نصف خانوارهای ایرانی ماشین ندارن یعنی منی که دارم ماشین سوار میشم توی که ماشین داری داریم ظلم میکنیم در حق اونی که ماشین نداره چون این منابع منابع ملی دیگه انفال مال همه منتها یه بخشی از نگرانی های امثال آ آی ایزت ها منطقیه چون مردم ما شرطی هن. این تورمی که الان تو کشور ما هست شاید بگم نصفش تورم انتظاریه یعنی اگر بنزین رفت بالا مردم منتظرن همه چی بره بالا و میره بالا به خاطر اینکه مردم زندگی خودشون رو با اون وفق میدن طرف مثلا خیار میفروشه میگیم میگه آقا خیار چند میگه مثلا 2000 تومان فردا که بنزین گرون میشه میگه چم میگه هزار تومان میگی چرا میگه چون خرجم رفته بالا میگید چرا میگه چون بنزین رفته بالا بعد بهش میگه بنزین به تو چه ربطی داره میگه خواستگار اومده برای دخترم مثلا اگر پارسال 200 میلیون بود جهیزیه میدادم امسال باید 400 میلیون بدم پس باید این خیاره رو 6 تومان بفروشم که اون جهیزیه رو تامین کنم البته الان بحثم این نیست میخوام بهش بپردازم خیلی برنامه طولانی میشه یه نکته ای آخر صحبت ایشون هست که الان اشاره میکنه من با اونش کار دارم میخوام یه تحلیل خیلی کوتاه درباره اون نکته ارائه بدم ادامه‌اش هم بشنویم این که این گرانسازی چه بلایی داره سر معیشت و زندگی و اقتصاد کشور وارد میکنه هیچکی در صحبت نمیکنه برای ریشه این اقتصاد فلج ربوی بانکی ما تو مجلس این سه سال بنده شهادت میدم زورمون رو زدیم نتوانستیم یه بار دیگه این یتکر رو گوش بدیم کنی این اقتصاد فلج ربوی بانکی ما تو مجلس این سه سال بنده شهادت میدم زورمون رو زدیم نتوانستیم برای ریشه کنی اقتصاد ربوی بانکی سه سال زورمون رو تو مجلس زدیم نشد تو همون مجلسی که الان میگه طرح دوباره تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت و مجلس داره اجرایی میشه خب ادامش هم ما از عهده مافیای حکومتی شده بانکی بر نمی مافیای حکومتی شده بانکی یکی دو شب پیش بود یکی از مسئولین رو ورده بودن تلویزیون در تو این خونه های خالی با خونه های خالی مال کی بیشترین آماری که دارید ای پیچون 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 بحث تو تا رسید به اینکه مال بانک هاست. بعد گفت اجازه بدید بانک رو نگم چرا نگی آقا چرا بانک رو نگی کدوم بانک داره بنگاه داری میکنه کدوم بانک داره بساز بفروشی میکنه چرا نباید بگید چرا مملکت ما جوریه که طرف میترسه حرف بزنه آقا تو مسئولی خیر سر تو این مملکت از چی میترسی فرمانداری استانداری وزیری معاون وزیری شما نگید کی باید بگه بعد مردم میرن این تراشخالو بیچل نگاه میکنن بعد طرف میاد میگه آقا ببین خب حق نمیدی بهش راست دروغ و قاطی کنه به خورده مخاطب بده اما اگر خودت میگفتی شما میگفتی آقا بانک فلان 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 اینا دارن ملک میسازن با سپرده های شما میرن زمین میخرن میرن خونه میخرن 15 درصد 20 درصد به شما سود میدن افزایش قیمتی که توی ملک هست تورمی که به اینها میخوره در قبال سودی که به شما میده اصلا زمین تا اون فرق میکنه ده برابر اون پولی که به تو سود میده سود میبره بغل این خب 30 35 درصد مردم ما الان مستجرن سر چی سر همین که قیمتا فضایی شما در کجای دنیا همچین افزایش قیمتی در ملک میبینید برید بید یه جا رو پیدا کنید و نشون بدید نیست همچین چیزی نیست گفتیم آقا هیچ بانکی حق ندارد هیچ کارخانه را به صرف بدهی تعطیل بکند رای نیاورد بانک پولش حق داره حالا که صحبت های نماینده مجلس رو شنیدیم فکر میکنم بد نباشه بریم یه سری چیزها رو از رو قرآن با همدیگه مرور کنیم ببینیم این اتفاقاتی که داره میفته سرمنشهش کجاست به نگاه میکنیم این یه بخشی از جامعه زندگی عفیفانه رو گذاشته کنار بی افت شده بی حیایی میکنه کشف جاب ها زیاد شده مردا بعضی بی غیرت شدن دلیلش چیه ما تو روایت داریم که اولین اثر لغمه رو بچه است به بچه هایی که از 20 سال قبل به اینور متولد شدن نگاه کنید تکنولوژی پیشرفت کرده باید اینها در کنار این پیشرفت تکنولوژی آگاهیشون و بصیرتشون هم افزایش پیدا میکرد اما دانششون شاید زیاد شده باشه بینششون اصلا مثل کامپیوتری میمونه که شما هر چی بهش اطلاعات میدی در خودش ذخیره میکنه اما هیچ کارایی نداره تا یک اپراتور بهش فرمان بده این سوره مبارکه آل عمران هست میخوایم بریم آیه 130 ای این سوره رو با هم دیگه مرور بکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا از آفن مضاعفه خدا چی میگه میگه کسایی که ایمان آوردید ربا و سود پول رو چند برابر نخورید و تقول الله لعلکم تفلهم از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید تا رستگار شوید پس خدا تو آیه 130 سوره آل عمران داره میگه آقا ربا نخورید اما این ربا خوری نکات دیگه ای رو در سوره مبارکه بقره داره که خیلی عجیبه انسان خشکش میزنه از اینکه این آیات در قرآن هست اما ما اصلا حواسمون نیست آیه 275 این سوره رو ببینید میگه کسانی که ربا میخورند در قیامت مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و تعادل خودش رو از دست داده برمیخیزند چرا دلیلش چیه میگه ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا به خاطر که گفتن بی یعنی داد و ستت مانند رباس و الله البیع و حرم الربا در حالی که خدا بی رو حلال کرده اما ربا رو حرام کرده اون فرق بین خرید و فروش و معامله با ربا میای تو آیه بعدی آیه 276 یم حق الله الربا و به صدقات خدا ربا رو نابود میکنه در مقابل چکار میکنه و به صدقات صدقات رو افزایش میده میایم دو تا آیه پایینتر آیه 278 رو ببینید یا ایها الذین آمنوا تقوا الله و ذروا ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین ای کسایی که ایمان آوردید از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و اون چرا که از سود ربا باقی مونده رها کنید اگر ایمان دارید به طرف پول ربوی دادی ولش نمی کنی بانکا میری وام میگیری سود آنچنانی باید پس بدی مثلا 500 میلیون وام گرفتی یه میلیارد و 500 دو میلیارد نمیدونم که هر چقدر که دلشون میخواد ازت میگیرن و اگر دیر کرد داشته باشی یه سودم رو میگیرن یکی از معدود موضوعاتیه که تو این دو سه سال اخیر بیش از 60 70 بار مراجع ازام تقلید هشدار دادن آقا این ربوی ها حالا اگر این کارو نکردی چی میشه تو آیه 279 جواب میده فعل لم تفعلوا فعزنوا به اللَّهِ من الله و رسوله اگه این کارو نکنی ربا رو ترک نکنی خدا و پیغمبر به شما اعلام جنگ میکنن و اگه توبه کنی و انتوبتم فلکم رؤوس و اموالکم اصل اون مال خودتونه اون پولی که داده بودید اون اصل پول اما سود از آن شما نیست چون رباست اما بانک این کارو میکنن حالا نگاه اسلام ببین بانک نه تنها این کارو نمیکنه پدر پدر جدت هم در میاره پوست هم میکنه الان گفتم دیگه جریمه دیرکرد میگیره ازت اما قرآن چی میگه آیه 280 سوره بقره اینا زیبایی های اسلامه این ویدیو رو در سطح گسترده پخش کنید برای فک فامیل رفیق آشنا حداقل این یه تیکشو میگه و انکان از او اسرتن فنظرتون الا سره اگه بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشه او را تا هنگام توانایی مهلت دهید حالا قشنگتر از اینم داره یه و ان تصدقو خیر لکم ان کنتم تعلمون و اگه ببخشی به خاطر خدا بگی نداره بخشیدم میگه این برات بهتره آیا بانک های ما این کارو میکنن؟ یا پشت اینا هستن که اینها انقدر گردن کلف شدن که این همه روزانه خلق نقدینگی میکنن؟ اتفاقا یکی از دلایلی که من زیاد روی بحث حجاب مانور میدم برای اینه که مردم مطالبه گری رو یاد بگیرن. این موضوع خیلی موضوع مهمی ها که این بانکداری ربوی پدر مردم رو درآورده. خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو. یکی از مراجع و علمای بزرگ شیعه در 150 سال گذشته بودیشون. وی نجف اشرف بود یه کتابی داشت به اسم مکاسب ملت قبل از اینکه برن کسب و کار رو شروع کنن میرفتن این کتاب میخوندن ملت عوام و ناس منظور ما نه علما علما که میخونن میرفتن این کتاب میخوندن که بفهمن کسب و کارشون باید چه جوری باشه که حلال باشه الان 35 درصد مردم ایران مستجرن غالبا این قراردادهایی که میبندن رهن و رهن و اجاره و نمیدونن چه و چه یه مشکلاتی توش هست رهن باشه که کلا ربویه بعد رهن و اجاره که میشه اون پولی که میدن قرض الحسن است بعد طرف اصلا یه اتفاقاتی میفته ببین وقتی زندگی مردم رو تو ربوی کردی که فاتحه اون زندگی رو بخون برکت نمیاد تو اون زندگی برای بله همین میبینی مردم همیشه گیرن هشتشون گره نهشونه. 20 سال 30 سال پیش یه نفر کار میکرد 7 ده سر آیله رو میچرخون الان سه چهار نفر با هم همزمان توی خانواده کار میکنن نمیتونن برسونن ببین حجم نقدینگی زیاد شده رفاهیات و ظاهر زندگی مردم خیلی قشنگتر از 20 سال پیش شده اما برکت توش نیست پس باید یکی از کارهایی که بکنیم زوم کنیم روی این بانکداریمون اونایی که رسانه دارن تریبون دارن مردم عوام این بانکداری کی پشتشه که داره ثروت این کشور رو میبلعه به نفع یه عده خاص داره کار میکنه 90 95 درصد مردم هیچ آیدی ندارن از این بانک تازه دارن بهشون میخورونن 200 میلیون وام بگیر 500 میلیون برگردون کمرتو زیر بار این قسط خم میکنه انشالله روزهای خوب فرا برسه این بانکداری ربوی از کشور ما ریشه کم بشه و بتونیم یه نفس بکشیم مردم نون حلال ببرن سر سفرشون وامی که میگیره شوپدار نباشه اون پولی که میره از بانک میگیره شوپناک نباشه و صدای مراجع به گوش مسئولین دلسوز و با وجدان برسه که آقا این موالدی که در بانکداری ما ربوی است حس بشه خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه من بودیم بالای که ویدیو کمک میکنید یوتیوب رو و افراد بیشتری به نمایش تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون